خب آقای جوهری عزیز، خیلی تبریک میگم در واقع اومدنتون رو، خوش آمد میگم به ونکوور. برای بینندگانی که در واقع کمتر آشنا هستن با فعالیت‌ها و بک‌گراند شما، خودتون مختصر بخواید معرفی بکنید چه خواهید گفت؟ یا موسی، تشکر میکنم اول از این موقعیتی که به من دادین که بتونم یه صحبت کوتاهی با بینندگان و شنوندگان تلویزیون آریو داشته باشم. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون برای خیر مقدمتون. بک‌گراند خیلی مختصری که میتونم بدم، در سال 1979 در سن 18 سالگی از ایران با ویزای دانشجویی خارج شدم. در سال 1985 تحصیلات رشته مهندسی صنایعم رو کامل کردم در دانشگاه رایرسون و آفر یا پیشنهاد پرمننت رزیدنسی به من شد از طرف دولت کانادا و افتخار داشتم که اینو قبول بکنم و به عنوان مهاجر اینجا زندگی دومو شروع کردم و سال 1988 سیزن شدم و رشته تحصیلیمو ادامه دادم در بزنس منیجمنت توی دانشگاه یورک که بعدن شد دانشگاه شولکس و اکثر فعالیتام تو رشته های اینفورمیشن تکنولوژی و اپریشن افیشنسی بوده و تو شرکت دلویت برای 13 سال کار کردم، بعد شرکت خودم رو زدم، بعدم در سال 2014 تصمیم گرفتم که وارد عرصه سیاست بشم که الان در اینجا در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، شما یکی از اولین در واقع اشخاصی هستین که به عنوان نماینده مجلس فدرال انتخاب شدین و ایرانی تبار کانادایی هستید. چه اهمیتی داره این نقش در مجموعه دولت کانادا و گاورمنت و مجموعه سیستم قانونگذاری کانادا؟ البته افتخار، خیلی خوشحالم که نصیب من شد و من تونستم با سپورت کمیونیتی ایرانی و در انتخابات درون حزبی و سپورت کمیونیتی ریچمون هیل به طور کل در انتخابات سراسری افتخار داشته باشم که نه تنها حدود 10,000 تا ایرانی رو ریپرزنت بکنم، بلکه نزدیک 80,000 تا به قول معروف کانادایی که تو ما اونجا هستن. تأثیر گذاریش اینه که همجوری که میدونین دولت جدید یا بافت دولت جدید کامپلیت دایورسیتی خیلی بالایی داره، از تمام به قول معروف ملیت ها توش هستن و البته بعد از 40 سال که اکثر زندگی تو اینجا میگذرونی چون بیشتر کانادایی هستی، ولی خب هیچ وقت زادگاهت اینا فراموش نمیشه. مهمترین مسئله اینه که شما میتونی رسانای صدای کامیونیتی خودت باشی و میتونی مشکلاتشون رو خیلی بهتر بفهمی به خاطر اینکه یه درکی داری و این درک رو میتونی خیلی بهتر توضیح بدی. بنابراین داشتن یه کانالی که بتونه رسانای صدا و رسانای نظریات کامیونیتی باشه و بتونه تحلیلایی که در راجبش میشه رو درک بکنه و بتونه این تحلیلا رو خیلی خوب بتونه توضیح بده برای دولت، این مسئله خیلی مهمیه. میدونیم که شما صرفا نماینده کمیونیتی ایرانی نیستین، شما نماینده مجلس فدرال کانادا هستین و در واقع از منطقه ریچمونت هیل، و ولی خیلی خوبه که شما ارتباط خوبی ظاهرا دارید با کمیونیتی ایرانی، با بخش‌های مختلف در و فعالان جامعه ایرانی و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان. در واقع از زبان خودتون بشنویم که به نظر شما مشکلات جامعه ایرانی چه هست تا در حدی که شما برخورد داشتین، اگه تیزوار بفهمید که مختصر باشه، و شما چه برنامه‌ای دارین که اینها رو در مجلس به نوعی به همراه نماینده دیگر طرح بکنید یا پیگیری بکنید؟ متشکرم. ببینین، مشکلات کمیونیتی ایرانی فرق زیادی با مشکلات کمیونیتی‌هایی که میتونیم بگیم نوپا هستن یا تازه وارد کانادا شدن نیست. حالا بعضی‌هاشون اصلا بیشتر مدت زمان بیشتری بودن اینجا، یه مقدار با مسائل بهتر تونستن دیل بکنن، ولی مهمترین چیز اینه که ما اگر نگاه بکنیم رشد کامیونیتی ایرانی کانادایی حدوداً از 15 تا 20 سال میتونیم بگیم، از 15 تا 20 سال پیش شروع شد و واقعا جای افتخاره که بتونیم بگیم وقتی نگاه میکنیم بر حسب درصد کامیونیتی های دیگه، نس کامیونیتی ما رشد خیلی چشمگیری داشته در این مدت زمان. ما میتونیم بگیم ما در هر قشری که شما نگاه کنید، در قشر، در دانشگاه ها، در بیمارستان ها، در اساسیتمون، رئیس دانشگاه ها، رئیس
بیمارستان ها، تو هر قسمتی که بگیم فعالیت بکنیم، تو سمال بیزنس ها، توی اینویشن، توی تحقیق، توی ریل استیت، توی هر رشته‌ای که بگیم، واقعا هر رشته کاری که بگیم، حالا پروفشنال، اکادمیک، تو تمام اینا ما واقعا خیلی تونستیم خیلی خوب جا بیفتیم. و به نظر من یکی از حلقه های گم شدمون هم همون داشتن ریپرزنتیتیو یا داشتن این نماینده یا سخنگو. من دوست دارم بگم نماینده، چون واقعا اگه بخوای نماینده بشی بعد از یه از نظرسنجی بکنه از 350,000 تا ایرانی بگن آقا شما کسی رو به نماینده قبول داری یا نه، که همچین اتفاقی نیفتاده و کسی هم نمیتونه کلیم بکنه که من نماینده. شما میتونی بگی من سخنگو هستم، بخاطر اینکه تا حد زیادی همونجوری گفتیم درک میفهمی. ولی واقعا یکی از حلقه هایی که ما نداشتیم فدرال بود، که خوشبختانه با رفتن دو تا نماینده در اونجا ما الان اون حلقه رو پیدا کردیم. و ما بر ماست که ما راه باید باز بکنیم برای دیگران که بیان تو احساب دیگه، توی چیز، توی فدرال حرکت بکنن. و ما همینو تو استان در لول های استانی تو تمام استان ها داشته باشیم، و همینو توی میونیسیپالتی داشته باشیم، توی پالیسی هایی که داشته داره گذاشته میشه، ما بچه‌هامون باید فعال باشن و راهو باید باز بکنیم. یعنی راهو باید باز بکنیم که بقیه هم بیان و قابلیتشون نشون بدن، چون واقعا بدون اغراق هر جا که تصمیم گرفته شده متحدانه عمل شده و توانایی‌ها واقعا شکوفا بوده. یکی از سوالات خیلی مهم که همه دارن این هست که چشم‌انداز برقراری دوباره ارتباط و رابطه سیاسی با جمهوری اسلامی ایران رو چطور می‌بینید؟ آیا پیشبینی میشه کرد که به زودی سفارت بازگشایی خواهد شد و حداقل در زمینه مسائل کنسولی و امور مهاجرتی برای مردم ایرانی تباران گشایشی حاصل بشه؟ خب همینجوری که مطلعیم و توی جلسه هم صحبت شد، این میتونیم به جرات بگیم این خواسته برقراری و چیز کنسولی، رابطه کنسولی، واقعا خواسته اکثریته. نمیخوام بگیم خواسته همه است، چون خیلی ها هستن که با این موافقن و خوشبختانه ما در کشور زندگی می‌کنیم که دموکراسی وجود داره و کسایی که مخالفن میتونن بگن ما مخالفیم به این دلیل، کسایی هم که موافقن میگن ما موافقیم به خاطر این دلیل. و وظیفه منه که صدای هر دو تاشون رو به پارلمان و به گوش دولت برسونم. ببینین زمانبندی خیلی مشکله، بنابراین خیلی ممکنه که چیز بکنن، کریتیسایز بکنن که آقا یک سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده. من میتونم بگم خیلی صحبت ها شده، 4 جلسه بوده که تو این جلسه صحبت شده. البته این چیزهایی که پابلیکه که میشه راجبش صحبت کرد و علاقه از هر دو طرف هست، ولی نقاط مشترکی که دو طرف باید بهش برسن خیلی زیاده و این نقاط مشترک زمان میبره. و همینجوری که میدونیم بعضی موقع هست تو چیزای توی صحبت های سیاسی آدم 4 قدم برمیداره جلو، 5 قدم میاد عقب. و معمولا هم راجع به صحبت ها هیچ وقت هیچ کی دیتیلش رو بیان نمیکنه، همینجوری که میدونیم. و برجام هم هیچ کی دیتیلش رو واقعا نمیدونه. بنابراین خیلی مشکله که بگیم که زمانمندی چقدر خواهد بود، ولی من میتونم با اطمینان خاطر بگم که هر دو طرف سخت دارن روش کار میکنن. سوال خیلی مهم دیگه درباره قانون شهروندی کانادا و اصلاح اون هست. آیا دوباره چشم‌انداز مثبتی وجود داره که بتونیم ما از نظر قانونی ببینیم که اون قانون به وضعیت سابق برگرده؟ همینجوری که میدونید C24 توی پارلمان 41 یکی از بزرگترین مشکل مسائلی بود که برای کامیونیتی ایرانی بود، و خوشبختانه قانون C6 توی پارلمان 42 یک مقدار از اون یه سری از مفاد اونو داره برمیگردونه. همونجوری که دوباره توی گردهمایی صحبت شد، این در حال حاضر توی سنت هست. به احتمال قوی از نظر من این برای کمیته ایمیگریشن میره، ممکنه یه سری تغییرات یا یه سری امندمنت بهش بدن. زمانبندی نمیتونم بهتون میگم، ولی کامیتمنت دولت کانادا اینه که هر چه زودتر این لایحه تبدیل به قانون بشه. بازم می‌دونیم که از طرف در واقع کنگره ایرانیان کانادا که در تورنتو مستقر هستن دعوت شدیم به نوعی و این جلسه اینجا برگزار شد. چه پیشنهاد یا چه در واقع صحبتی دارید که بخواید با کامیونیتی ایرانی در ونکوور و در کل کانادا مطرح بکنید و در جهت همگرایی بیشتر یا احتمالاً همکاری؟ اجازه بدیم از دو تا گروه
تشکر کنم. اولا اون 52 نفری که امروز اومدن، همینجوری که میدونی یه سرشماره کوتاهی کردیم و از این 52 نفر واقعا تشکر میکنم که با مشکلات هوایی که به وجود اومد لطف کردن اومدن و نظریاتشون رو با ما شیر کردن. نظریات به نظر خیلی الاین بود با نظریاتی که ما توی تورنتو میشنویم. از ICC هم تشکر میکنم که این موقعیت رو به وجود دادن، بچه های فعالی که اینجا بودن. همونجوری که دوباره میگم صحبت شد توی گرد همایی، یکی از مهمترین چیزا پارتیسیپیشنه و اینکه مسئله لیبلینگ رو که یکی از مسئله واقعا مشکل این کامیونیتی هست، که هم پارتیسیپیشن هم لیبلینگ، که دقیقا مشکل اصلی لیبلینگ روی این پارتیسیپیشن تأثیر میذاره رو ما یواش یواش باید اینو کنار بذاریم. سیاست در کانادا با سیاسی بودن فرق میکنه. سیاست کانادا خیلی بازتره، سیاست کانادا خیلی توش قاطی شدن خیلی خیلی راحت تره و خیلی به قول معروف بازتر و شفافتره. و اگر که واقعا همه اکثرا علارغم نظر سیاسیشون، نظرهای فردیشون، نظرهای به قول معروف اجتماعی یا هر گرایشی که دارن، این لیبلینگ رو بذارن کنار و بیان بگن آقا ما حاضریم برای بهبود کامیونیتی جلوتر بریم، ما میتونیم خیلی فعالتر باشیم. اگر یادتون باشه من رو اون 10 تا ستونی که توی گردهمایی صحبت کردم، این 10 تا ستون واقعا شرط اولیش اینه که ما لیبلینگ رو بذاریم کنار، شرط دومش اینه که ما پارتیسیپیت بکنیم، چون اگه پارتیسیپیت نکنه عامل اول که ووته و هماهنگی و همگرایی از بین میره و این باعث خودش پاشیده شدن کامیونیتی میشه. به من آخرین سوال، چطور میتونن ایرانیان کانادا باهاتون در تماس باشن و اگر سوال در واقع یا تقاضایی داشته باشن یا فکر کنن در واقع میتونن از طریق شما به خواسته هاشون که خواسته های جامعه میتونه باشه نزدیک بشن، چطوری باهاتون تماس بگیرن؟ من هم ایمیل ادرسم هم تلفنم توی پارلمان هست، یعنی توی سایت پارلمان هست، بزنین مجی جوهری پارلمنت آف کانادا، آدرس آفیسام، ساعتای کاریمون، تلفونا، ایمیل ها همه اونجا هست. توی فیسبوک اکتیو هستیم، توی اینستاگرام اکتیو هستیم، توی وبسایتمون اکتیو هستیم و به قول معروف همونجوری که بازم گفتم، من اکثر شنبه ها بین ساعت 9 تا ساعت 11 و نیم توی کافی شاپ های مختلف توی منطقه ریچموند هیل هستم. شما هر موقع تصویرش قدمتون رو چشم کافی مهمونه، من در تورنتو در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از اینکه در این مسابقه شرکت کردین. خیلی خوب باشم. مرسی. متشکرم. خیلی ممنون.